اگه دوست داری ربات مسیریاب بسازی، این ویدیو رو اصلا از دست نده، همین الان لایکش کن و چند دقیقه با من همراه باش که میخوام اطلاعات کاملی در این زمینه بهت بدم. قبل از هر چیزی اینو بگم خدمتت که ویدئویی که داری تماشا میکنی پارت اول از پروژه‌ای که در نهایت میخوایم بریم یک ربات مسیریاب ساده با هم طراحی کنیم و بسازیم. البته نه مثل اون چیزی که توی کاور ویدئو دیدید. اون یک ربات مسیریاب 24 سنسور است، مال زمان دانشجویی خودمه و یکم کارش پیچیده است. ما میخوایم یک ربات ساده‌تر بسازیم که همتون بتونید که بسازید و از ساختن این ربات و تست کردنش لذت ببرید. خب ببین، ربات مسیریاب یکی از پروژه‌های جذابیه که میگم خیلیاتون دوست دارید. اونایی که میکروکنترلر تازه یاد گرفتن میخوان که یک ربات مسیریاب بسازن یا در مورد شنیدن و دوست دارن دیگه، یک پروژه جذابیه. اینو من انتخاب کردم، البته از روی نظرسنجی که قبلا توی استوری انجام داده بودیم انتخاب کردیم که بیایم اینو بسازیم، ولی ساختش همچین هم ساده نیست. میگیم ربات مسیریاب ساده، ولی همچین هم ساده نیست که فکر کنید دیگه دو دقیقه میشه ساخت. پیچیدگی های خاص خودش رو داره. من میخوام در موردش صحبت بکنم. یک ربات مسیریاب رو از نمای بالا رسم بکنیم ببینیم که چه شکلیه. ببینید، فرض کن این شاسی رباتمون باشه. معمولا دو تا چرخ در دو سمتش داره، مثل اون ماشین کنترلی نیست که چهار تا چرخ ما استفاده کردیم. اونجا برای ما مانور دادن این ربات زیاد مهم نبود، یعنی ماشین کنترلی، اینکه سریعتر به چرخه و نحوه چرخش و اینها برای ما مهم نبود. اگه میخوایم که یکم چابکتر باشه، چالاکتر باشه، معمولا میایم دو تا چرخ در سمت چپ و راست میذارن و اینور هم یک تکیهگاه، یک تکیهگاه که معمولا یک چرخ هرزگرد استفاده میشه. من توی استوری براتون حالا توی روزهای بعدی میذارم که ببینید منظور از چرخ هرزگرد چیه و توی پارت آخر هم که حتما موقع ساختن میبینید دیگه، این حتما باهاش آشنا خواهی شد. مسئله ای که هست اینه، ببینید نحوه عملکرد ربات مسیریاب چیه. یک خطی هست، خط سیاه روی یک زمینه سفید، که مثلا فرض کن زمینه سفیده، ما یک خط سیاه رنگ داریم مثلا این شکلی، این خط سیاه باید زیر این رباتمون سنسورهایی کار بذاریم که تشخیص بده که اون سنسور الان روی زمینه سیاهه یا زمینه سفیده. در مورد سنسور و نحوه عمل کردش که پارت بعدی من حتما توضیحاتی خواهم داد، پس می نویسم سنسور، این سنسورمون اصلا چی باشه، چه شکلی کار میکنه، نحوه تشخیصش به چه شکلی هست، چطور کالیبرش بکنیم، به چه شکلی تقویتش بکنیم سیگنالش رو، بعد بدیم به میکرو. در مورد یک سنسور صحبت خواهم کرد، ولی یک مسئله دیگه هم داریم. یه دونه سنسور برای رباتمون کافی نیست، ما معمولا چند تا سنسور استفاده میکنیم. مثلا بعضیا حتی با دو تا سنسور ربات مسیریاب میسازن، بعضیا با سه تا میسازن، چهار تا، پنج تا، شش تا، بسته به اون توانی که دارید و اون حد پیچیدگی که میخواید داشته باشه. برای من لطفاً کامنت بکنید که تعداد سنسورهای مورد نظر شما برای ساخت این پروژه چند تاست. من خودم به نظر من سه تا کافیه یا در نهایت پنج تا. معمولا با تعداد زوج من خودم حال نمیکنم، اینکه دو تا مثلا باشه یا چهار تا باشه یا شش تا باشه. من خودم دوست دارم که تعداد سنسور فرد باشه، یه دونه در وسط داشته باشیم برای هدایت مستقیم. من این حالا سلیقه‌ایه دیگه. من خودم پیشنهادم 3 تاست یا 5 تاست. هر کدوم که دوست داری توی کامنت برای من بنویس، ببینم چقدر دوست دارید که پروژه پیچیده باشه، چقدر دوست دارید که پروژه‌مون ساده‌تر باشه. از روی اون من انتخاب می‌کنم که 3 تا یا 5 تا سنسور برای این پروژه استفاده بکنم. این از این. پس فرض کن 3 تا. یک مورد دیگه هم داریم بچه ها، این که نحوه تصمیم گیری رباتمون چه شکلی باشه. این که مثلا خط روی این سنسور اول باشه به چه شکلی کار بکنه، آیا مستقیم بره، آیا چپکی بره، یکم به سمت راست متمایل باشه، یکم به سمت چپ متمایل باشه. در واقع نحوه حرکت رباتمون هم یکی از مسائل هست
که در موردش من حتما یک پارتی میذارم، الگوریتمش رو با هم بررسی میکنیم که چه الگوریتم هایی میشه در این ربات استفاده کرد، چه الگوریتم هایی میشه استفاده کرد. حالا یا توی پارت آخر میگم یا یک پارت جداگانه براش میذارم. خب مسئله بعدی اینه که بالاخره یک میکروی ما اینجا داریم دیگه، یک میکرو داریم که یک برنامه‌ای داره و این سنسورها رو میخونه و میبینه که کدوم سنسور روی خط، کدوم سنسور روی زمینه سفید هست. خب اینو میبینه، باید تصمیم بگیره. بعد از تصمیم گیری چیکار میکنه؟ به موتورها دستور بده که به چه شکلی حرکت بکنن. خب اینم یک مسئله است، اینکه موتورهامون باید بالاخره دستور بگیرن از میکرو. روش درایو کردن موتورها، روش های زیادی وجود داره. قبلا روش های مختلفی رو توی پروژه های قبلی استفاده کردیم، مثلا IC درایور موتور استفاده کردیم، رله استفاده کردیم، ترانزیستور استفاده کردیم. ترکیب رله و ترانزیستور رو توی ماشین کنترلی دیدید. روش های مختلفی برای درایو کردن موتور وجود داره. لطفا اگر نظر خاصی در مورد نحوه درایو کردن موتورها داری توی کامنت برای من بنویس تا من بدونم که به چه شکلی دوست داری این موتور رو ما درایو بکنیم. من از روی نظراتی که میدید روش مورد نظر شما رو انتخاب میکنم تا به اون طریق بیام و موتورها رو درایو بکنم. خب پس اینم به این شکل. مورد دیگه ای نیست، این کلیت کاریه که میخوایم با هم انجام بدیم. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودی. لطفا این قلب سفید رو هم برای من قرمز کن، لایک کن ویدیو رو که منم انرژی بگیرم از این لایکت، و منتظر ویدیوهای بعدی باش که در مورد اجزای مختلف صحبت خواهم کرد. درایور هم که گفتم دیگه، در مورد درایور هم صحبت خواهیم کرد. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردی. موفق و معید.